محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و دین پژوه با ما هستند. آقای اکبرین، خوش آمدیم به برنامه. خبرگزاری های حکومتی خبر مرگ آرمیتا گراوند رو درگذشت خوندند. منابع مستقل اما گفتن آرمیتا به دست ماموران آمر به معروف به قتل رسید. بعضی از مستندات رو هم در گزارش ما دیدید. بر اساس تجربه چقدر این روایت حکومتی میتونه حقیقت قتل یک شهروند رو در اذهان عمومی تغییر بده؟ وقت شما بخیر. ببینید، مخاطب به کارنامه نگاه میکنه دیگه، به کارنامه حکومت نگاه میکنه، به موارد مشابه نگاه میکنه و اینجا این اعتماد هست که تعیین کننده است. قاعدتا اگر حکومت هایی ببینن اعتماد میان مخاطبانشون مردم و اونها دچار اختلال شده، تلاش میکنن که این اعتماد رو بازسازی کنن. مثلا کمیته تحقیق مستقل تشکیل میدن، مثلا تمام اسناد رو در اختیار خبرنگاران و رسانه‌های مستقل میگذارن، تلاش میکنن برای اینکه اون اعتماد از دست رفته رو در یک واقعه جدید بازسازی بکنن. اما اینجا دو تا اتفاق افتاد. اول اینکه در تمام موارد مشابه جمهوری اسلامی دروغ گفته، یعنی حتی یک مورد در طول دهه‌های گذشته ما سراغ نداریم که جمهوری اسلامی در زمینه‌های مشابه راست گفته باشه، یا کاملا دروغ گفته یا بخش‌های مهمی از واقعه رو پنهان کرده. این یک نکته. نکته دوم این که در مواردی از این دست تلاش نمی‌کنه که اصلا اثبات بکنه خودش رو. کمیته تحقیق مستقل، خبرنگار، یادتونه روزنامه خبرنگار رو همون روز اول در ماجرای آرمیتا بازداشت کردن. در این موارد به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد بگه من هیچ نیازی به بازسازی این اعتماد ندارم، همینی که هست پشتم، اونستم، شما هم اگر میتونید وضعیت رو تغییر بدید. این اتفاقی است که در خصوص آرمیتا افتاد. آقای اکبرین، روزهای ملتهبی هست در خاورمیانه. در روزهای اخیر رسانه‌های حکومتی هم درباره مرگ کودکان در غزه مانور زیادی میدن و اسرائیل رو متهم به کودک کشی میکنند. خب میدونیم که آرمیتا فقط 16 سال داشت و کودک محسوب میشد. فکر میکنید جمهوری اسلامی این تناقض رو چطور تعریف میکنه؟ اولا فراتر از مسئله کودک کشی، باز هم سابقه نشون میده که جمهوری اسلامی از فرصتهایی نظیر جنگ برای سرکوب بیشترین استفاده رو میکنه. نه اینکه در فرصتهای غیر جنگ سرکوب نکنه، نه، اون موقع زحمتهایی داره دیگه، یعنی مزاحمتهایی داره، اعتراضهایی داره، فشارهایی روش هست، اما در شرایط جنگ معمولا این کارش رو سبکتر انجام میده. برای همین هولناکترین اعدام ها رو ما در دهه 60 در سالهایی داشتیم که درگیر جنگ ایران و عراق بودیم. کسانی که تو حالت عادی هرگز تصور نمیشد که اصلا بتونه از پس مدیریت اعدام اونها بر بیاد، شاعران، نمایشنامه نویسان، کسانی که از این جهت تو افکار عمومی آدم های خاصی بودن، اگرچه تک تک اونهایی که اعدام شدن اعدامشون هولناک بود، اما میخوام بگم حتی اونایی که آدم تصور نمیکردم جمهوری اسلامی از فرصت جنگ استفاده کرد و این کارو کرد. در به طور مشخص در موضوع کودک کشی که شما میفرمایید، بله، در ذهن هر ایرانی یک غزه‌ای تعریف شده. غزه ایرانی ها این کودکانی است که جلوی چشمانشون دارن قربانی میشن، این جوانانی است که جلوی چشمشون دارن قربانی میشن. این انکار حوادث دیگر نیست. مسئله اینه که جمهوری اسلامی هر قدرم تلاش بکنه جای دیگه ای رو به لحاظ جنایت برجسته بکنه، جایی از قبل در ذهن جامعه ایرانی به عنوان قتلگاه تعریف شده. آقای اکبرین، بر اساس مستندات و گزارشایی که وجود داره، گزارشی که گاردین منتشر کرده بود و بسیاری مستندات دیگه، آرمیتا به خاطر تن ندادن به پوشش اجباری مورد ضرب و شتم قرار گرفت. علی خامنه‌ای هم در آغاز سال اعلام کرد که کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی است. به عنوان یک دین پژوه، آیا نگاه اسلام این هست که می شود جان یک شهروند رو به دلیل رعایت نکردن حجاب گرفت؟ کوتاه اگه بفرمایید ممنون میشم. ببینید، من اینجا هر چی بگم راجع به نظر اسلام، برداشت خودم رو اگر بگم، تغییری در وضعیت که نمی کنه. مسئله اینه که حکومت الان دست دیندارانه و تا وقتی حکومت دست دینداران باشه، اونا اون قرائتی که خودشون از اسلام میدونن رو اعمال میکنن. برای همین تنها راه چاره این استش که
دست دین رو از قدرت کوتاه بکنیم، میان نهاد دین و نهاد قدرت جدایی ایجاد بکنیم و تا به یک حکومت سکولار منفک از دیانت نرسیم، این فجایع هر روز ممکنه تکرار بشه.